اصول کارگردانی را به صدا و سیما بیاموزید. در شروع اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، مرتضی حیدری، مجری ثابت این برنامه در طول سالها، به وسعت استدیویی اشاره کرد که تلویزیون برای مناظره های سال 1400 تدارک دیده و از تجهیزاتی گفت که صدا و سیما قرار است یکی از مهمترین رویدادهای سال را به وسیله آنها پوشش بدهد. استدیو 11 که ما الان در اون قرار داریم، بزرگترین استدیوی تلویزیون هست با مساحت 480 متر، ارتفاع 15 متر و نامزدها در فواصل مناسب نشستن. بنده و نامزدها ماسک نباید بزنیم طبق مجوز ستاد کرونا. اینجا ما زمانبندی ها رو کاملا اندازه میگیریم در حد صدم ثانیه. میکروفون های نامزد های محترم حساس به صدای هر نامزد محترم هست که اون هم در حد صدم ثانیه صداها رو اندازه گیری میکنه. در پایان مناظره اما نکته واضح این بود که حیدری و همکارانش هر چقدر به سخت افزار و بزرگی استدیوی مناظرات توجه داشتند، به اصول اولیه پوشش چنین برنامه هایی هیچ توجهی نداشتند. اصولی که در همان ابتدایی ترین دروس آموزشی کارگردانی تلویزیونی آموزش داده می شود و هر کس با اندک هوشی می تواند به تجربه آنها را بیاموزد. یکی از این اصول نمایش بازخورد حرف‌های هر نامزد از سوی دیگر رقباست. واکنش‌هایی که نشان دادن آنها برای رویدادها و گفتگوهایی با حساسیتی بسیار کمتر از مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم جذاب است و در تحلیل‌ها به کارشناسان کمک بسیاری می‌کند. جناب آقای جلیلی، شما می‌گین چرا صادراتمون کمتر از افغانستانه؟ خب معلومه کسی از شما کالا نمی‌خره. برای اینکه شما دارین 10 ساله، ببینید از موقعی که شما این بیانیه خونه شروع کردین جناب آقای جلیلی، چه اتفاقی در کشور افتاده؟ رشد اقتصادی ما طی 1 دهه شده 0.5% سالانه، یعنی کل رشد ما بوده 5%. جناب آقای جلیلی خواهش میکنم نخندید، خنده نداره، گریه داره. اینا شما باید سالی 8% رشد اقتصادی می داشتیم، یعنی 1 دهه گذشته باید 80% ثروت مردم زیاد می شد، شما 5%ش کردین، مردم فقیر کردین، حالا میان ایده می دین؟ من خواهش می کنم شما و دوستانتون و شرکتاتون، نهاداتون، پاتون از اقتصاد ایران بکشید بیرون، اقتصاد ایران قطعا درست می شه. برای درک بهتر موضوع می توان نگاهی انداخت به فیلم های موجود از مناظره های ریاست جمهوری آمریکا که چند ماه پیش برگزار شدند و نمایش بازخورد هایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور مستقر در زمان ایراد سخنان جو بایدن، رقیبش انجام می داد و تحلیل کارشناسان از زبان بدن هر کاندیدا که پس از پایان مناظره ها علتی شد بر عللی که مردم آمریکا را برای 4 ساله کردن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ترغیب و جو بایدن را برنده آن میدان کرد. این موضوع ساده و ابتدایی اما به طور کلی در تلویزیون ایران نادیده گرفته شد و تنها کاری که کارگردان تلویزیونی مناظره در طول این رویداد انجام داد، سویش کردن دوربین از یک کاندیدا به کاندیدای بعدی و یا تصاویری که توسط دوربین متحرک روی سقف استدیو از کل فضا می‌دیدیم و در بهترین حالت حرکت آرام دوربین برای نزدیک شدن و بسته‌تر کردن نمایی بود که مخاطب از کاندیدایی می‌دید که در نوبت حرف زدنش مشغول سخن گفتن بود. برای همین هم بود که وقتی هر کاندیدا در داخل ترین بخش صحبت‌هایش به کاندیدای دیگر اشاره می‌کرد و یا کاندیدایی در واکنش به صحبت‌های رقیبش می‌خندید، مخاطب تنها از فردی که صحبت می‌کرد بشنود نباید بخندی. اتفاقی که باعث شد مناظره که در محتوا هم چندان چنگی به دل نمی‌زد، در فرم هم جذابیتی برای مخاطب نداشته باشد و به یک برنامه خسته کننده تبدیل شود. و البته اتفاقی که دوست داریم فکر کنیم آمدانه و از سر جسارت نداشتن تلویزیون و پیش‌بینی گلایه‌های احتمالی کاندیداها رخ داده، نه سهوی و از سر کار نابلدی، که آن وقت باید بگوییم وا اسفا از رسانه‌ای که فخرش به تجهیزات میلیاردی و وسعت استدیویش است و ای کاش کسی پیدا شود و اصول اولیه کارگردانی را به صدا و سیما بیاموزد تا در 2 مناظره بعدی رویداد هیجان انگیزتری را مشاهده کنیم، به جای اتفاقی که بیشتر شبیه مونولوگ‌گویی حوصله‌سربر تعدادی بازیگر نابلد است.